به خودشون اختصاص دادن. در سال 2012 هم به عنوان بهترین شاعر از جانب مرکز انترناسیونال ترجمه و تحقیق در عرصه شعر برگزیده شدن. دوست عزیزمون آقای شهریاری کتاب‌های زیادی به زبان فرانسه منتشر کردن در کنار فعالیت تئاتر و هنر که همیشه در اون استودیو ارائه میدن. کاظم عزیز بفرمایید. با سپاس از شما، چه لازم نباشه نیکو. سلام خانم ها، یا دوستان عزیز، من آنی هستم که خانم درویشیان گفت دور علی اشرف جمع می شدن حدود 48 سال پیش. واقعا علی اشرف زندگیش به نوعی با مردم آغشته بود. من اولین نوشتم رو به علی اشرف درویشیان داده بودم که به من نظرش رو بگه و ایشان خیلی زحمت کشیدن و یک لیست بلند از آثاری که باید یک جوان 16 ساله بخوانه قبل از اینکه بنویسه برای من تهیه کرده بود و به من گفت اول باید اینا رو یکی یکی زردر بزنی آیا خواندی یا نه، بعد با هم صحبت میکنم. به هر حال اون دوره ای بود. امروز که هوموسپیانس، که البته هیچ چیز بهش یعنی این که ساژ هوموسپیانس نه اصلا این ساژ نیست، به بن‌بست رسیده، تمام تفکرات اکونومیک، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی به بن‌بست رسیده با این قدرت طلبی تسلط طلبانه مرد سالانش، یک فضای بسیار عظیمی از کار جلوی نسل ما و نسل‌های آینده باز شد. شاید به اهمیت نویسنده یواش یواش ما توجه بکنیم با این شرایط جدید، برای اینکه نویسنده در واقع پلیه بین واقعیت و فیکسیون و دولت ها از این پل میترسن، از فرد و اسمش نمیترسن. این پل که بین واقعیت و فیکسیون به یک انسان نیاز داره و به یک شیوه کار و یک استیل نوشتن احتیاج داره که علی اشرف درویشیان یکی از نمونه های برجسته این شخصیت نویسنده است. و به این ترتیب دومین چیزی که دارم میخواد بگم راجع به علی اشرف درویشیان این بود که بین ادبیات شفاهی و ادبیات نوشتنی علی اشرف هم پلی بود. به هیچ قصه ای کوتاهی نمی کرد، به نوشتن هیچ قصه ای کوتاه نمی آمد. از بچه ها وقتی که در حضور اون چیزی گفته می شد فوری می گفت کی می نویسه این قصه ره؟ و اگر کسی نبود می گفت اگر کسی نیست خودم می نویسه. و معمولا یکی دو نفر می گفتن ما می نویسیم. و بین شاگرد های دهاتی که اون گذشته چندها جوان بچه به تهران رفتند و میشه گفت اون موقع در راه نویسنده شدن اولین کاراشون مثل قصه های کاظم آباد، شاید شما یادتون باشه که اون موقع علی اشرف کاراشون رو چاپ کرد، در حالی که این جوانی که کاظم آباد رو نوشت به نظرم 12-13 سالش بود. بهترین حرف، حرف خود درویشیان. من قصه ای رو بین قصه هایی که به من دادن انتخاب کردم به اسم میرزا حسین علی، باید خیلی سریع بخوانم و اگر که وقت من تمام شد قطع میکنم و کمی به نوعی تصویر واقعی علی اشرف درویشیانه که قصه رو خودتون برید ادامه بدید یا به نوعی خودتون تجسم کنید چه پایانی خواهد داشت. پس بنابراین من قصه رو دقیقا 20 دقیقه بعد از شروع قطع میکنم. میرزا حسین علی. با یاد شهید میرزا حسین علی عزتی،
روستایی اهل قروه کردستان. تنها نشسته بودم و خالهای روی دستم نگاه میکردم. در تاریک روشن لامپ ضعیفی که از پشت میله ها میتابید به خال روی دستم و روی پاهایم نگاه میکردم. بدن که آفتاب نبیند، بدن که زرد و بیرنگ بشود، خالها پیدا میشوند و آدم فکر میکند که اون همه خال یک مرتبه از کجا آمدند. بعضی از بچه ها میگویند توی سلول خالهای بدن زیاد میشوند. از دریچه کوچک نزدیک سقف آسمان را میدیدم به اندازه یک آجر آبی سیر و یک نصف ستاره. ارزش اون همه ستاره را ندانستم. اون همه شبها، اون آسمانهای بزرگ، اون آسمان درندشت و حالا یک تکه آسمان و یک خرد ستاره که باید بارها سرم را جابجا کنم تا چشمم درست بیفتد وسط میله ها، وسط توری فلزی و دریچه تا ببینمش. از دور صدای جیغ می آمد، مثل همیشه. نگهبان ها قدم می زدند، مثل همیشه، و من دلهره داشتم، مثل همیشه. چه وقت بود که دلهره نداشته باشم؟ یا دلهره آمدن پدر بود به خانه، یا دلهره مدرسه و مشق ننوشتن، یا دلهره امتحان و پشت در اتاق امتحان ایستادن. همش دلهره. مگر انسان چقدر طاقت دارد؟ یک عمر از معلم ها کتک خوردم که بخوان و بخوان، درست را بخوان، و حالا کتک میخورم که چرا نخوان. چرا خواندی؟ چرا خواندی؟ از کی گرفتی؟ از کجا آوردی؟ و حالا این صدای کیست که شکنجه میشود؟ نگهبان در را باز کرد. دلم هوری پایین ریخت برای چندمین بار در اون روز. و کاسه رو بذار بیرون. از رفت و آمدش به سلول‌های دیگر از باز و بسته شدن درها می‌دانستم که کاسه‌ها را جمع می‌کند، اما باز دلهره داشتم. کاسه‌ها را جمع می‌کرد، کاسه‌های شام را که ساعت 4 می‌دادند. چه غذایی، چه شامی! آب و چربی و کمی هویج با سنگ و شن. نان‌های باتومی را جمع می‌کردم برای شب‌ها، برای زیر سرم به جای بالش. خمیر بعضی ها در می آوردم و طوری پوسته خالیشان را به هم می چسباندم که بتوانم چیزی درونش پنهان کنم، مثلا قرص مسکن یا مهرهای شطرنجی که از خمیر درست کرده بودم. پوست پاهایم ور آمده بود، می کندم. کاری بود به هر حال. زخم ها که کم کم خوب می شود پوست ور می آیند و سرگرمی است. یک درد خوش، خارش، درد خوش، مثل درد دندان وقتی چوب کبریت رایش میکنید. صدای فریاد میامد، فریاد یک پیر مرد، صدای لرزان، خفه و گرفته. از دور گاه فوش میداد به کردی. آه خدایا، این پدرم نبود؟ صدای فریاد تند و تیزی و قوی بازجو میامد. خدایا چه کسی را کتک میزند؟ انسان همیشه تصور میکند یکی از دوستان یا رفقا یا اقوام او را گرفتند. حسابی توی کار نبود. یکی از نگهبان ها میگفت ما تمام مردم ایران میگیریم، چند تا کابر کف پاشون میزنیم، اگه بیگناه باشن که هیچ، اگه نه اعتراف میکنن و توی زندان میندازیم تا بپوسن. این کابل معجزه میکنه، آدم رو زیرش بنداز تصفیه میکنه. بیگناه یه طرف، گناهکار یه طرف. من به نگهبان میگفتم پس باید 30 میلیون مردم ایران را زیر کابل بیاندازید. او جواب میداد بله بله، حتما این کارو میکنیم، داریم از جلو این کارو میکنیم. کابل معجزه میکنه، پل سرات همینه. متأ به جای اینکه شما از روی پل بگذرید، پل از روی شما میگذره. در بند باز شد. پچپچی به گوش رسید. گوشم را تیز کردم که اسم خودم را میشنوم یا نه. رفتم پشت در، گوشم را چسباندم به سوراخ. سوراخ از پشت در بسته بود. چند نفر جسم سنگین را به دوش میکشیدند و میبردند. از نظر نفس زدنها و باز کردن در معلوم بود جسم را روی کف سلول انداختند. وحشت، شب، کورسوی، یک نصف ستاره. نگهبانها عوض شدند. ساعت 12 بود. ساعت 4، 4 به 4 ساعت عوض می شدن. در ورودی بند دوباره به هم خورد.
کسی را می آوردن، زیر بغلش را گرفته بودند، نفس نفس می زد، نفس های تند او را می کشیدن. به سلول من نزدیک شدند، رفتم و نشستم سر جایم، تند در را باز کردم. دلم می تپید، او را به سلول من انداختند. یکی از نگهبان ها بلوز او را توی سلول پرت کرد، رفتند و او را نیمه جان با من تنها گذاشتند. او موهای سپید یک دست، قد بلند، صورت مچاله شده و خونین توی سلول دراز کشیده بود. مینالید، فحش میداد به کردی. از ولایت خودمان بود. دستها را به پایین شکم گرفته بود. دور چشمانش کبود بود. رگهای گردنش از زیر پوست آفتاب خورده و ترک ترکش بیرون زده بودند. نفس نفس میزد. صدای خسخس سینه‌اش میآمد. برای تنفس تلاش میکرد، مثل کسی که تصادف کرده باشد و توی لاشه در هم کوبیده اتومبیلی مانده باشد. همونطور نشستم کنارش، پاهایش را آرام میمالیدم. تنها کاری که از دستم میآمد، بلوزم را تا کردم، زیر سرش گذاشتم. کمی آب در ته لیوان پلاستیکی به دهانش نزدیک کردم. خواست دهانش را باز کند، اما درد در چهرهش نشست. نمیتوانست دهان باز کند. زده بودم توی دهانش، توی فکش، شاید شکسته بود. دوباره تلاش کردم، کمی آب خورد، آب نیمه گرم با پرزه پتویی که رویش نشسته بود. مقداری از آب از گوشه دهانش روی گردن آفتاب سوختهش ریخت و تکان خورد. نالید، آه کشید. کمی چشمانش را باز کرد، مرا دید. توی چشمان کدر و پیرش صورت خود را دیدم. چشمانش چون آینه‌ای بود که جیوهش ریخته باشد. چشمانش را بست و با خودش حرف زد. هیچ کاری نمیتوانستم بکنم. خون از کنار انگشتانش بیرون زده بود. کف پای چپش به اندازه یک گردو باد کرده بود. کبود چون کیسه کوچکی از خون مرده. مچ پاهایش ریش ریش شده بود. در اثر تقلا هنگام شکنجه شدن، در اثر فشار تناب پلاستیکی، می دانستم مچ دستهایش هم زخم شده بود. اثر دستبند فلزی، با لبی تیز، اما با دستهایش، او دستهایش را به زیر شکمش از روی شلوار فشار می داد. میان پایش درد می کرد. چه کرده بودند؟ چه بر سرش آورده بودند؟ شب از نیمه گذشته بود، نصف ستاره مرا تنها گذاشته بود و او می نالید و نگهبانها با دمشب را نزدیک بردم. بلندم کن، بلندم کن، پسر جان تا بنشینم. بلندش کردم. احوالش را پرسید. نگاه هم کرد. چشمها را به نرده های آهنی نزدیک سقف دوخت. هوا داشت روشن می شد. صبح می آمد. نگهبانها عوض شد. یکی دریچه را کنار زد و پرسید. چند نفری؟ دو نفر. دو نفر شده بودیم. خوشحال بودم. تنهایی درد بدیست. از سلول یک بچه ها را به دستشویی می بردن. نوبت ما هم رسید. دستشویی. پیرمرد را به زور جا به جا کردم. خیلی سنگین نبود. نمی توانست راه برود. او را به دوش کشیدم و بردم به دستشویی. توی مسترا نمی توانست روی پاهایش بیستد. کنار مسترا واکون نشست. به من گفت برو برو. رفتم توی مستراح کناری. از زیر دیوار فلزی با زمین 30 سانتی متری فاصله که با زمین 30 سانتی متر با زمین 30 سانتی متر فاصله داشت، پایش را می دیدم که بادکردگی و کبودی پایین تنه‌اش را بیرون آمدم و دست و صورتم را شستم. آب‌های دوروبر ریش و سبیلم را می مکیدم و از پنجره بالای مستراح بیرون را نگاه می کردم. کلاغی روی نوک یک چنار نشسته بود و تاب می‌خورد و هوای تاریک و روشن دلم را می‌گرفت. حالش بهتر می‌شد. نان و چای خوردی. چشم‌ها را باز کرد. گونه‌هایش سرخ شده بود. سرخی تبدار. هنوز نپرسیده بودم کیست. گذاشته بودم خودش بگوید. احوالش را پرسیدم. آهی کشید و گفت: بد نیستم. زیر شکمم درد می‌کنه. چرا زیر شکمت چه شده؟ وزنا آویزان کردن به خایام. پدر سوخت ها بیوش دانا شرمشان نیامد از پیرید. چند سال داری؟ 91 سال تمام. نتیجه هایم هم سن تو هستن. اهل کجا هستی؟ اهل قروه کردستان سنگین آباد بلدی؟ آری رفتم.
یکی از رفقام اونجا معلم بود. پرسیدم چه کردی؟ چرا تو را گرفتم؟ آی آی پسر جان چه بگم؟ نیل خودته، میخوای بگو میخوای نگو. مواظب باش با هر کسی حرف از پرونده نزنی، همه قابل اعتماد نیستن. ای بابا، اونها که میدانن چرا تو ندانی؟ الان سه روزه که دارن برا میکوبن تا دیشب. به گمانم کارشان با من تمام شد، یعنی دیگر جای سالمی توی بدنم نمانده. چیزی از تو درآوردن؟ خب والا داش یعقوب را آوردن مقابلم، آویزانم کرده بودند از سقف و پاهایم را از دو طرف روی دو صندلی گذاشته بودند و وزنه ایم و آری به پایین بسته بودند. حسابی تو تنگنا بودند، یک شلاق نازک و سیمی هم میزدند روی اونجا، میزدند و میگفتند بگو چه کسانی اسلحه، به چه کسانی اسلحه دادی، به چه کسانی به دهکده شما آمدند، مسلسلها را چه کردی، به چند نفر اسلحه دادی. هرچی میگفتم که ندادم کسی قبول نمیکرد. 20 نفر یک مرتبه روی سرم ریختن، همه گردن کلفت از پیر و جوان مثل لات ها حرف میزدن، دهان دریده بی آبرو. هنوز آویزانم نکرده بودند، یکی شاشی توی موهای سرم گفت تا موهای سفیدت رنگ بشه، یکی هم اونجا شرف فشار کرد توی گوشم و میگفت تا گوشت باز بشه و بشنوی ما از تو چه میخوای. آهی کشید و ساکت شد، به پاهایش نگاه کرد، به انگشتان مجروحش دست کشید و گفتم از خانه چیزی پیدا کردم؟ آری، چند تا پوکه و یک خشاب خالی کلاشینکوف. خود مسلسل هم گرفتم؟ نه مسلسل نه، فقط خشاب خالی و مسلسل. من مسلسل نداشتم. ساکت ماندم، نمیخواستم مجبور به حرف زدن بشود. اما خودش شروع کرد، سه شب و روز پی در پی مرا زدن تا آخرش داش یعقوب را روی سرم آوردن. داش یعقوب چه کار است؟ اهل همون دهات خودمانه، زیر بغلش را گرفته بودن تا بتواند بایستد. شده بود مثل گنجشکی که باران خورده باشد، مثل پری که به دهان کشیده باشی. سرش را پایین انداخته بود، از یک چشمش خون یک تک گوشت بیرون زده بود، یک گوشش مثل اون که سوخته بود. رویش را کردن به دیوار و گفتن بگو. یکی از بازجوها به شکل میمون بود از داش یعقوب پرسید این پیر کثیف را میشناسی؟ یعقوب خواست به طرف من برگردد که یارو روی مرا به طرف دیوار کرد و شنیدم داش یعقوب گفت آری میشناسم. به من گفتن این را میشناسی؟ من کمی ساکت شدم و گفتم آری، از همشهریای خودمانه. یارو با همون شلاق سیمی نازکش که مثل تیغ میبرید به پای تنم زد و گفت خب پس بگو، هرچی میدانی بگو. و داش یعقوب را بردن. من گفتم آخر چه بگویم آقا، من چه دارم که بگویم. دوباره شروع کردن بزدن و وزنه دیگری به پایین اضافه کردن، میخواستم بترکن. اونها هم سن نوه نتیجه های من بودند، اما مرا بدون شلوار کتک میزدن، خجالت نمیکشیدن. رفتند و دوباره داش یعقوب را آوردن. میخواستم برای یعقوب گریه کنم، فکر کردم اونها کردی نمیدانند. به کردی به یعقوب گفتم داش یعقوب اراد گنه یک قصه بکم. داش یعقوب آهی کشید و گفت نه میرزا حسین علی، همه چیز لو رفته، همه چیز تمام شد، هر چی میدانی بکن. مرا پایین آوردند، وزنه را باز کردند، دستهایم را باز کردند و بردند به یک اتاق. یکی از اون گردن گرفتا که سر بدریختی داشت آمد کنارم نشست. تشنه بودم، دهانم مثل دو تخته خوش به هم میخورد، بدنم میلرزید. پیرم دیگر، تعجب نکن. یک پارچ آب زلال مثل چشمه های خودمان روی میز بود. گردن کلفت بدسر گفت آب میخوای پیری؟ گفتم نه آب نه، از لجن گفتم. بدسر گفت خب سواد داری؟ گفتم نه قربان سواد ندارم. بدسر گفت پس بگو برات من می نویسم. اسم پدر، شناسنامه، همه چیز را پرسید.
اسم قوم های ما را پرسید. گفت خب کلاشینکوف را چه کردی و به کی دادی؟ گفتم من اصلا اسلحه نداشتم، اینها را توی خانه هم پیدا کردن، مال یه قاچاقچیه و یک روز به خانه ما آمده بود، یک کلاشینکوف با خودش داشت، چند روزی اون را پیش من گذاشت، من هم اون روزها می بردم با خودم صحرا و به همراه گوسفندها برای دلگرمی از حمله گرگها با خودم داشتنش. بعد سر پرسید چرا با اون تیر در کردی؟ گفتم ازش خوشم می آمد، از صداش قربان لذت می بردم، مثل بلبل چلچله می کرد. بعد سر فحش داد و پرسید برای چه کسانی اسلحه از اون قاچاقچی خریدی؟ زود باش بگو، همه رو بگو، یعقوب و دیگران هم همه چی رو گفتن، فقط میخوایم بدونیم تو راستگو هستی یا نه. گفتم والا آقا من چیزی برای کسی نگرفتم، فقط همین که گفتم، لابد یعقوب همه چیز را دیگه گفته، من اصلا خبر ندارم. دوباره مرا بردن و این بار بستن روی یک تخت و زدن کف پایم. آی داشی چه دردی میکنه، مثل اون که پایت را روی ساج داغ میچسبانند. الله اکبر، از این شلاق نمیدانم از چه جنسی است این بدکردار، اونقدر درد میکنه، پاهایم را از درب و داغان کرد. آخرش هم معلوم شد که چیزی نبود. راجع به اون خشاب و پوکه ها چه جوابی دادی؟ هیچی، گفتم که از همون قاچاقچی جا مانده، یادش رفته ببره و دیگر هم پیدایش نشد. یعقوب مثل این که به بدسر گفته بود که بنا بوده من از قاچاقچی برایشان اسلحه بخرم، اما پسر جان من به این کارو چی؟ شبها احتیاج به دستشویی رفتن داشت اما نمی گذاشتند. پیرمرد زود به بیرون نیاز رفتن نیاز داشت. به خودش فشار می آورد، قرمز می شد، به خودش می پیچید. یک شب لیوان پلاستیکی را به او دادم و گفتم بیا تکلیفی نداریم، بکن توی این، عیبی نداره. آخه داشتی اینجای آب خوردن خوب نیست، تو همینطور به خودت بپیچی خوب نیست، میترکی، بکن توش، بعد میبریم میشوریمش، تمیزش میکنیم. آخه اینجا نه صابون هست، نه گل، نه خاکستر که تمیزش کنیم. عیبی نداره، گفتم با همون آب تمیزش میکنیم. راضی شد، میرفت کوچه ای و کنارش و کارش را میکرد. من رو به دیوار مینشستم تا او را نبینم و خود را با خطهای روی دیوار مشغول میکردم. بقیهش رو میذارم به عهده تجسم خودت.